بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه چپتر سوم سویل مکانیک بخش سوم رو مطالعه میکنیم. ما در بخش دوم هم اگزمپل های کار کردن، حال با اگزمپل های که بی قسمت داریم ادامه میدیم. اگزمپل سوم هست از سلندریکل سویل سمپل پرپیرد فور لابراتوری تستینگ هز ا دیامتر آف 71 میم اند ا هایت آف 142 یک ظرف استوانه، یک نمونه خاک استوانه شکلی که برای آزمایش لابراتواری آماده شده بود 71 میلی متر قطر داره و 142 میلی متر ارتفاع داره. شکل یک استوانه هست و ویت 10,675 ضرب 10 به طاقت منفی 3 کیلومتر و وزن از او اینقدر هست. If the degree of saturation is 93% and the specific gravity of soil solid is 2.71. اگر درجه مشبویت 93% باشه و specific gravity از این 2.71 باشه، از شما خواسته شده determine پیدا کنیم void ratio، همون E یا void ratio رو پیدا کنیم، جزء بی water content، درجه رطوبت خاک پیدا کنیم، رطوبت خاک پیدا کنیم، water content under fully saturation و همون رطوبت خاک در حالت کاملا اشباع پیدا کنیم. او بیشتر باید water content فعلی از این هست و این water content حالت اشباع داره. اطلاعاتی که برای ما داده شده بود، ما water con وزن مجموعی داریم، وزن مجموعی خاک مرتوب داریم، پیرسن 10,675 ضرب 10 به طاقت منفی 3، اس یا درجه اشبار داره 93%، اسپسیفیک گراویتی یا جاذبه مخصوصه داره همراه با حجم خود خاک. ما به قسمت حجم خاک میتونه پیدا کنیم چون یک شکل یک سلندر داره، مساوی میشه به 142 میلیمتر که ارتفاع است تقسیم بر 1000 بسازن که به متر تبدیل بشه. 71 بی قسمت دیامتر هست، پای بر 4 دی مربع ضرب در اچ یا پایار مربع ضرب در اچ که حجم سلندر است، 0.562 ضرب در طاقت منفی 3 ای حجم به دست می. وزن مجموعی مساوی میشه به خود وزن آب جمع وزن خاک. حال میوزی و بعد پروسیجر از اون به این قسمت کار میکنم. این پروسیجر کتاب هست، یعنی به این قسمت اطلاعات ثبت کرده، ما از روی اطلاعاتی که قبلا به ما داده شده بود قطر داریم. به این قسمت 71 میلیمتر اچ و ارتفاع نمونه داریم 442 میلیمتر، وزن مجموعی داریم 10,675 ضرب 10 به طاقت منفی 3 کیلونیوتن، اس داره 93%، جی اس داره 2.71. ریکوید چی چیزایی که از ما خواسته که پیدا کنیم، ای یا وید ریشور پیدا کنیم، واتر کانتنت یا رطوبت خاک پیدا کنیم، واتر کانتنت سچوریت پیدا کنیم، سه جز از ما خواسته شده. برای پیدا کردن ای از این قسمت، چون اطلاعات بسیار کم است، اس و جی اس داریم، نمیتونیم مستقیم ای پیدا کنیم، میم از رابطه که وزن داریم کار میکنیم، وزن مجموعی داریم، میم میبینیم که به چه نتیجه میرسیم برای پیدا کردن خود وید ریشوی خاک. وزن مجموعی که 10,672 ضرب 10 منفی 3 هست، همین وزن مجموعی مساوی میشه به وزن آب جمع وزن خاک، چون خاک خاک مرتوبه هست. در عوض وزن آب و وزن سولید میم قیمت از اونا میرسه، از کجای قیمت به دست آب. ببینیم گامای واتر مساوی میشه به حجم وزن واتر بر حجم واتر، یا گامای آب مساوی میشه به حجم وزن آب بر حجم آب. پس به قسمت وقت ما وزن آب رو پیدا کنیم، مساوی میشه به گامای آب ضرب در حجم آب. یعنی به قسمت نوشته که گامای آب ضرب در حجم آب. گامای سولید مساوی میشه به وزن سولید بر حجم سولید. پس اگر ما خواسته باشیم که وزن سولید پیدا کنیم، مساوی میشه به گامای سولید ضرب در حجم سولید.
از طرف دیگه ما داشتیم اسپسیفیک گراویتی مساوی بود به گامای سولید بر گامای آب. پس ما از اینجا اگر در عوض گامای سولید عدد قیمت بنویسیم میتونستیم جی اس گامای واتر، گامای سولید مساوی میشه به جی اس گامای واتر. پس در عوض گامای سولید مینویسیم جی اس گامای واتر و وی اس هم که پیشتر در اینجا داشتیم جی اس وی اس گامای واتر، جی اس وی اس گامای واتر. طبیعی قسمت ما تونستیم روی فرمول که در این قسمت داشتیم از جنس قیمت ها از اونا بنویسیم. فرمول دیگه هم ما داشتیم که S یا درجه اشباع مساوی میشد به V واتر بر V وید. چون خاک خاک بی قسمت مرتوبه هست، ما برای پیدا کردن V واتر می‌نویسیم به جای از S ضرب در V وید. پس به جای V وید در می‌نویسیم S ضرب در V وید. تبدیل انجام میدیم بی قسمت، یعنی به این قسمت به جای وی واتر نوشته کردیم ای سب در وی وید، بقیه معادله پس دوباره نوشته کردیم. ما میخواییم که ای در معادله جا به جا کنیم. از طرف دیگه ما به جای ای میتونه بنویسیم وی وید بر وی اس. پس میتونه بنویسیم که به جای وی وید بنویسیم وی اس سب در ای. وی وید مساوی میشه وی اس سب در ای. یا اون قسمت حجم خالیگاه خاص سب در رشوی وید ضرب در حجم سولید. پس به جای از این وی وید می‌نویسیم بی قسمت اس ضرب در، به جای وی وید می‌نویسیم ای ضرب در وی وید. اس و گامای واتر داشتیم، جی اس وی اس گامای واتر هم داره. حال ما از این قسمت میایم وی اس و گامای واتر فاکتور می‌گیریم. پس اینجا میمونه اس ضرب در ای، به این قسمت هم میمونه جی اس وی اس ضرب در گامای واتر. این بی قسمت ما داشتیم وی مجموعی مساوی بود به وی وید جمع وی اس. اگر وی وید در پیدا کنه مساوی بشه به وی منفی وی اس. پس اینجا ما داشتیم وی ای و یا وید ریشو مساوی بود وی وید بر وی اس. به جای وی وید می‌نویسیم وی منفی وی اس، به جای وی اس هم داره. حال صورت و مخرج می تقسیم بر وی اس می‌سازیم. این طرف وی وید بر وی اس میشه، این طرف منفی یک، چون تقسیم کنیم وی اس بر وی اس یک میشه، وی اس بر وی اس هم یک میشه. پس این مساوی میشه به طرف معادله وی اس بر یک منفی. پس ما میتونه بنویسیم یک یک طرف معادله تیر کنیم، وی بر وی اس مساوی میشه به یک جمع ای. این طرف میگه طرف معادله. پس وی اس را اگر پیدا کنیم جای دو عوض بشه مساوی میشه به وی بر یک جمع ای. ما آمدیم در معادله بالا میریم وضع میکنیم در این معادله، به جای وی اس چی مینویسیم؟ وی بر یک جمع ای. و اینم از این معادلات تونستیم ثابت بسازیم. وقتی از این قسمت ثابت شد، حال این هم میبارید در معادله بالا وضع میکنه، یعنی در این معادله به جای وی اس قیمت از اون میسازه. پس وقتی به جای از این معادله وی اس ما قیمت بنویسیم، این معادله قبلی هست، دوباره بازنویسی کردیم، وی بر یک جمع ضرب در گامای آب ضرب در اس ای جمع جی اس. طبیعی قسمت معادله ما ساده ساختیم. حالا روی همین معادله ما قیمت میگذاریم. ما حجم وزن مجموعی داریم، حجم مجموعی داریم، ایر نداریم، گامای واتر داریم، دارم اس دارم جی اس هم دارم. فقط از این معادله وقتی قیمت 10675 ضرب در رقم منفی به جای دبلیو بگذاریم، 0.572 ضرب در رقم منفی به جای وزن بگذاریم که ازمو چی پیدا کردیم، حجم سلندر هست به متر مکعب، به جای گامای آب 9.81 کیلو نیوتن بر متر مکعب قیمت میگذاریم، به جای اس 0.93 ای هم ضرب میشه، جی اس هم 2.71 داریم، تقسیم بر یک جمع ای. از این معادله ساده میسازیم و ای پیدا میکنیم، ای تی ضرب از ای میشه و از این ساده میسازیم ای پیدا میشه 0.769 ای پیدا شد، یک جزء ای بود ای یا وید ریشو. از این معادله تونستیم با جایگزین کردن از معادلات کوچک و بزرگ ما این معادله به دست بیاریم. مرحله دوم پیدا کردن واتر کانتنت یا رطوبت خاک در حالت مرطوب هست. قبلا
قبلا این معادل ما نوشته که یک جمعی مساوی به v بر vs یعنی به این قسمت ما معادله پیدا کردیم. حالا روی این معادله قیمت میگذاریم، vs پیدا میکنیم. این معادله قیمت گذاشتیم، vs پیدا شد. پس مراجعه میکنیم به این قسمت، به این فرمول. به جای وزن s داشتیم gs وزن vs گاموی واتر، میریم ما وزن سولید پیدا میکنیم، وزن واتر را میریم پیدا میکنیم. این وزن سولید جی اس گاموی واتر وی اس قبلا داشتیم، جی اس داریم، گاموی واتر داریم، وی اس را از این معادله پیدا کردیم. در این قسمت وزن سولید یا وزن خاک خشک مساوی میشه به 8.454 ضرب 10 تا منفی 3. ما وزن خاک خشک را پیدا کردیم. حال دو تا گزینه داریم، یا اینکه گزینه داره که بره وزن واتر از جنس وزن واتر و گاموی واتر به دست بریم، و تا چون ما حجم واتر نداریم کمه که مشتبال بره ما مشکل ایجاد میشه، اگه چه میتونیم در معادلات پیدا هم بکنیم. ولی فرمول هم داره که وزن مجموعی مساوی میشه به وزن واتر جمع وزن سولید، وزن آب جمع وزن خاک. اگر از این معادله ما وزن آب به دست بیاریم، وزن میشه وزن مجموعی منفی وزن سولید مساوی به وزن آب. ما وزن سولید هم داریم، وزن مجموعی هم داریم. از این دو تا وقت تفریق کنیم، 2.21 ضرب 10 تا منفی 3 کیلو نیوتن وزن آب بریم به دست میاریم. یعنی این وزن آب ما حال داره. پس برای پیدا کردن واتر کانتینت بسیار ساده میتونیم کار کنیم. واتر کانتینت مساوی بود به وزن آب بر وزن سولید ضرب سنت. به فیصدی وقت خواسته باشیم پیدا کنیم. وزن آب هم داریم 2.21 ضرب 10 منفی 3، وزن سولید هم داریم 8.454 ضرب 10 منفی 3 کیلو نیوتن ضرب سنت. کل از اینا 2.26.0%. پس واتر کانتینت یا رطوبت خاک مرطوب 2.26.0% به دست میاد. جزء دوم سوال هم پیدا شد. میریم برای حل جزء سوم سوال. جزء سوم سوال از ما خواسته شده بود که برای ما خاک مشبور رطوبت از رو پیدا کنیم. رطوبت خاک مشبور مساوی میشه به خود خاک در حالت اشباع، وزن خاک در حالت اشباع. وزن خاک در حالت اشباع مساوی میشه گاما ضرب در وزن حجم آب. حجم آب چه زمانی مشبور میشه؟ وقتی که مساوی به حجم وید بشه، یعنی کل وید مساوی به کل وید در آب بگیره، اون زمان خاک مشبور است. پس ما بریم حجم وید پیدا کنیم. ما حجم کلی داشتیم 0.562، حجم سولید هم داشتیم 0.318 ضرب 10 منفی 3. از تفریق از این میتونیم حجم وایدر پیدا کنه. حجم واید پیدا شد. زمانی که خاک مشبوع بشه، او زمان حجم واید یعنی تمام حجم که خالیگاه خاک داره او توسط آب پر نشه. پس حجم آب و حجم واید با هم مساوی میشه. در این حالت ما حجم وای در مساوی به حجم آب قرار میدن که مساوی به 0.244 است. پس ما میتونیم بنویسیم وزن خاک مشبوع مساوی میشه به گامای آب ضرب در حجم آب. حجم مشبوع وقتی اینا ضرب بسازیم 2.39 ضرب در ضرب منفی 3 کیلو نیوتن. این مقدار حجم خاک مشبوع است، حجم آب که در خاک مشبوع قرار میگیره. پس اگر حجم ما واتر کانتنت یا درجه رطوبت خاک مرطوب رو پیدا کنیم، مساوی میشه به حجم آب در حالت مشبوع تقسیم بر وزن آب در حالت مشبوع تقسیم بر وزن آب در حالت خشک. این دو قیمت رو داریم، 0.263 به دست میاد که اگر به فیصدی به دست بره 28.3%. اگر خاک مرطوب باشه 2.63% رطوبت داره، اگر این خاک مشبوع باشه 28.3% ای رطوبت داره. این به قسمت بود اصل سوال که برای ما خواسته شده بود که واید ریشیو، واتر کانتنت و رطوبت خاک پیدا کنن که هر سه تونستیم پیدا کنن. در کتاب هم به همین شکل کار کرده برای شما. یک یک استپ هار برای شما به قسمت گفته شده که شما میتونیم به کتاب هم مراجعه کنیم. به قسمت هم که کار شده هم میتونیم ساده تر، چون تمام دیتیل ها و جزئیات در این قسمت به سادگی آمده، میتونه که از این قسمت هم شما کار کنه. بریم اگزمپل بعدی رو میبینیم.
اگزمپل 3-4 in its natural state در حالت طبیعی a moist soil has a volume of 9.34 ضرب در قطعه منفی 3 متر مکعب در حالت طبیعی یک خاک مرطوب حجم 9.34 ضرب در قطعه 13 متر مکعب در قطعه منفی 3 متر مکعب داره and weight و وزن از او 177.6 ضرب در قطعه منفی 3 کیلو نیوتن است. The oven dried weight of the soil is وزن خاک خشک شده oven dried یعنی در داش خشک شده 115.6 ضرب در قطعه منفی 3 کیلو نیوتن اینقدر داریم اما WS میتونه به قسمت نام بگذاریم او بالا W نام بگذاریم GS مثلا میشه به 2.67 و specific gravity خاک 2.67 چه چیزی از ما خواسته که پیدا کنیم در این قسمت جزء ای گفته moisture unit moisture content رطوبت خاک که عبارت از همه water content هست most unit weight کیلونیوتن بر متر مکعب شما وزن مخصوصه مرطوب خاک پیدا کنیم dry unit weight شما وزن مخصوصه خشک خاک پیدا کنیم void ratio ای قیمت ای که از پیدا بشه porosity تخلخل یا قیمت N پیدا بشه degree of saturation درجه اشباع یا S پیدا بشه خب ببینید چه چیزهایی برای ما داده شده given اطلاعاتی که داده شده حجم مجموعه خاک در حالت مرطوب داده وزن مجموعه خاک در حالت مرطوب داریم وزن خاک خشک داریم و GS داریم ببینیم ما حجم مجموعی داریم وزن مرطوب داریم وزن سولید داریم خیلی اطلاعات خوبه به دست ما داده شده ما میتونیم بیشتر از این اطلاعات جهت خواسته های سوال بسیار به سادگی پیدا کنیم ببینیم ما وزن آب را اگر پیدا کنیم مساوی میشه به وزن مجموعی منفی وزن سولید وزن آب میشه پس ما اگر واتر کانتنت پیدا کنیم که جزء اول سوال هست مساوی میشه به وزن آب بر وزن سولید اگر ما از وزن مجموعی که مرطوب هست بیایم وزن خشک کم کنیم وزن آب با ما میده پس تقسیم بر وزن خشک بسازیم ضرب 100 15.6 فیصد رطوبت خاک 15.6 فیصد است بسیار به سادگی از این سوال از این فرمول پیدا میشه گامای مرطوب خواسته moist unit weight اینجا ما وزن مرطوب داره میخدر حجم کلی هم داره پس می وزن تقسیم بر حجم گاما میشه بسیار ساده وزن مجموعی تقسیم بر حجم مجموعی برای ما 19.01 کیلو نیوتن بر متر مکعب که اینجا هم به کیلو نیوتن بر متر مکعب خواسته شده بود برای ما مقدار گامای مرطوب میده ما دو جزء کار کردیم حال با داشتن رطوبت خاک و با داشتن گامای مرطوب ما میتونیم گاما درای پیدا کنیم بسیار سادگی به این قسمت گاما درای مساوی میشه به وزن سولید بر حجم سولید از این رابطه کار کرده اگر از این رابطه کار نمیکرد فرمول دیگه هم ما داشتیم که گاما درای مساوی میشد به یک گامای مرطوب بر یک جمع واتر کانتنت معادل هم ساده کار میشد و هم یک گزینه است که شما میتونید ترایل کنیم که او فرمول هم ساده هست و این فرمول هم جور اطلاعات داره ساده است پس WS مساوی میشه به 153.6 ضرب در قطعه منفی 3 حجم مجموعی هم 9.34 ضرب در قطعه منفی 3 16.45 کیلو نیوتن بر متر مکعب گاما درای به دست میه ما از اینجا تونستیم گاما خشک خاک یا وزن مخصوصه خشک خاک پیدا کنیم که این جزء سی سوال بود میرم میپردازم به جزء دی سوال جزء دی سوال از ما چی خواسته بود پیدا کنیم جزء دی سوال از ما خواسته بود که void ratio پیدا کنیم برای پیدا کردن void ratio ما به قسمت فرمول داریم که گاما S مساوی میشه به وزن S بر VS یعنی گامای سولید یونیت ویت خاک مساوی میشه به وزن خاک بر مغز خاک خشک بر حجم خاک خشک پس وقت ما به این قسمت ساده بسازیم VS
به جای از این گاما بگذاریم، پس گاما اس یک فرمول دیگه هم داریم که گاما اس مساوی میشه به چی اس گاما واتر. پس ما میتونیم اگر جا از این دو رو عوض کنیم که وی اس مساوی به بی قسمت جا بشه، وی اس مساوی بشه به گاما اس وزن اس بر گاما اس، پس به جای گاما اس هم میتونیم بشه جی اس گاما واتر. این فرمول بی قسمت ساده ساخته میشه. این فرمول ها ما قبلا هم کار کرده باشیم، اگر شما این فرمول ها پرکتیس کرده باشیم حال برای شما مشکل نیه، میتونه این فرمول ها برای راحتی کار کنه. این فرمول ها باید شما از بر داشته باشیم. پس وی دبلیو اس بر جی اس در گامای واتر ما قیمت ها هم داریم، گامای آبر داریم در 4 درجه سانتیگراد 9.81، جی اس 2.67، دبلیو اس هم داریم. پس قیمت ازی به دست میه اینقدر حجم خاک هست، خاک خشک اینقدر حجم داره. ما حجم مجموعی داریم، حجم سولید هم داریم. اگر از حجم مجموعی حجم سولید کم کنیم وی وید به دست میه، چون حاصل حجم کلی مساوی بود به حجم وید جمع حجم سولید. پس برای پیدا کردن حجم وید مساوی میشه به حجم کلی منفی حجم سولید یا خاک. پس 9.34 ضرب 9 قرمه منفی 3 منفی 5.64 ضرب 9 قرمه منفی 3 3.48 ضرب 9 قرمه منفی 3 متر مکعب حجم وید به دست میه. ما به این قسمت میتونیم حجم آبرم به دست بیاریم که اگر مگه ما میتونیم وید شور پیدا کنیم، چون حجم وید رو میخواستیم و حجم سولید این دو سفرش را پیدا اونو حجم رو به دست میاره. برای پیدا کردن حجم آب هم رابطه داریم که گامای واتر مساوی میشه به وزن آب و آب بر حجم آب، که حجم آب مساوی میشه به وزن آب بر گامای آب. یعنی بی قسمت اینجا ما حجم آب هم 2.45 ضرب 10 به 3 متر مکعب در داخل از این خاک پیدا شد. پس ما تونستیم جزء دی که وید ریشیو است با تقسیم وی وید از اینجا پیدا شد و وی سولید هم از اینجا پیدا شد، از حاصل تقسیم از این دو ما حجم خاکر وید ریشیو یا چیزی که از ما خاص شروط پیدا کنیم. میریم برای جزء بعدی. بی قسمت ما وی اس داریم، اگر ما فلود اگر ما فازهای خاک به این شکل رسم کنیم، وی اس پیدا کردیم، وی حجم آبر پیدا کردیم، حجم کلی پیدا کردیم. این قسمت ما حال میتونیم اس پیدا کنیم، اس به سادگی پیدا نشه. اس مساوی بود به حجم آب بر حجم وید، اس به ضرب 100 اس پیدا نشه. یعنی بی قسمت حجم آب بر وی وید ضرب 100 که 70.3 اس به دست میه. این هم مساوی به وی وید بر وی بود، این وی وید بر حجم مجموعی این بده پروسیتی، پروسیتی مساوی بود به وی وید بر وی مجموعی، این هم وی وید بر وی مجموعی. پس سفرش 37 اطلاعاتی که در سوال از ما خواسته شده بود تونستیم به سادگی از روی از این فرمول ها فرمول های کوچک پیدا کنه، که اگر از فرمول های بزرگتر ما اطلاعات داشته باشیم در صفحه 59 از همون جدول میتونم باز هم کار کنم. این رابطه هم صحیح هست، از رابطه هم که کار کنم در هر دو میتونم شما رو یک مسیر برای حل سوال هدایت کنه، ولی سوالات میتونه راه حل های دیگه فرعی دیگه هم داشته باشه که شما میتونم اونا رو جستجو کنم. ریلیتیو دنسیتی یا رطوبت نسبی بر از کثافت نسبی خاک بر از میگیم. چرا؟ بی قسمت دی آر داریم، ریلیتیو دنسیتی مساوی میشه به ای مکسیمم منفی ای تقسیم بر ای مکسیمم منفی ای مینیمم. دی آر این ریلیتیو دنسیتی به فیس دی دنسیتی یا کثافت نسبی میگیم، یعنی نسبتا همی خاک نظر به حالتی که کاملا شرایط مساعد بر از او ایجاد بشه که متراکم ساخته بشه فعلا دنسیتی چقدر هست. ای یا همون وید ریشو خاک در ساحه، این سی تو وید ریشو آف سایل، همون وید ریشو خاک در ساحه در حالت طبیعی چقدر وید ریشو داره خاک. ای مکسیمم وید ریشو خاک در حالتی که خاک in the loose state، یعنی حالتی که خاک کاملا ذراتی از هم جدا باشه، ذرات خاک پراکنده باشه جدا باشه. این میگه void ratio of the soil in the dense state، در حالتی که خاک فشرده باشه، یعنی خاک حالت
فشردگی داشته باشه، دینس باشه، بسیار سخت باشه، و حالت لوس خاک ذراتی از هم جدا، حالت دینس خاک ذرات حالت متراکم یا چسبیدگی به خود داره. پس میتونه که بی قسمت ای مکزیمم منفی ای مینیمم، ای مکزیمم منفی ای مینیمم دی آر به دست بیه، و دی آر اگر میتونه بین 0 تا 100 قیمت بگیره، یعنی بی قسمت گفته شده اگر 0 تا 15 فیصد باشه، خاک بسیار لوزه، یعنی ذرات بسیار از هم جدا هست، 25 تا 50 لوز هست، یعنی بازم ذرات خاک باز هست، 50 تا به 70 میدیم یا متوسط از 70 تا 85 دنس یا فشرده است، 85 تا 90 وری دنس، که ما وقت در ساحه میخواییم که فیسدی کامپکشن پیدا کنه معمولا بین 85 تا 100 فیصد، باز بستگی به حساسیت خاک داره، میتونه 70 تا 85 هم خاک فشرده با چی باشه، ولی میتونه بین 85 تا 90 تا 100 خاک بسیار دنسه باشه، باز برای سرکسازی بین 90 97 تا به 100 هست. اینا در چپتر ششم باز با جزئیات که چه قسم ما ریلیتیو دنسیتی پیدا کنیم کار میکنه. اگر ما ریلیتیو دنسیتی خواسته باشیم میتونیم جایگزین کنیم، به جای از گامای دی، گامای دی این معادلات جایگزین کنیم، میتونیم از این معادلات هم کار کنیم و از جنس گاما هم کار کنیم و از جنس دی هم کار کنیم. این فرمول ها هم میتونه برای شما کار بده، از این فرمول ها میتونه شما کار کنه. میگم یک اگزمپل داریم کار میکنیم، اگزمپل 3-5 هست. The mass of a moist soil sample collected from the field is 4465 grams. خاک کتله خاکی که از ساحه نمونه جمع‌آوری شده 465 گرم خاک هست. And its oven dry mass is 405.76 grams. گفته شده همین نمونه خاک به داش گذاشته شده، وقتی که خشک شده 405.76 گرم داره. The specific gravity of the soil solid was determined in the laboratory to be 2.68. جاذبه مخصوصه یا اسپسیفیک گراویتی خاک در لابراتوار مشخص شده 2.68 هست. If the void ratio of the soil is in the natural state is 0.83. اگر ای یا void ratio خاک در حالت طبیعی 0.83 باشه، find the following، اطلاعات زیل خواسته پیدا کنیم. The moist density of the soil in the field، شما مرد density یا کثافت خاک مرطوب در ساحه پیدا کنیم. Dry density of the soil in the field، خاک کثافت خاک خشک، کثافت خشک خاک در ساحه پیدا کنیم. The mass of water in kilogram to be added per cubic meter of soil in the field for saturation، مقدار کتله آب که باید در هر متر مکعب از این خاک اضافه بشه که خاک بره به طرف اشباع شدن یا بره به طرف مشبوع شدن. ما فرمولای پیشتر هم داشتیم، میتونه واتر کانتنت مساوی به وزن آب بر وزن سولید بود. حالا ما چون کتله داره میتونه جنس کتله بنویسیم، کتله آب بر کتله سولید یا خاک. اینجا ما وزن مجموعی داریم 465، وزن خاک خشک داریم 405.76. پس میتونه به مخرج مستقیم چون وزن ام اس از خود خاک خشک 405.76 بنویسه، ولی به جای ام واتر حجم وزن مجموعی خاک را اگر از وزن خشک کم کنه و مقدار آب که بین از او خاک است پیدا بشه است. میتونیم از این قسمت با تقسیم کردن از اینا 14.6 فیصد واتر کانتنت پیدا کنیم. ما واتر کانتنت خاک پیدا کردیم، حال میریم برای پیدا کردن گامای مرطوب خاک. دنسیتی یا کثافت مرطوب خاک مساوی میشه به جی اس گامای روی واتر یا دنسیتی آب ضرب در یک جمع واتر کانتنت تقسیم بر یک جمع ای.
ما ایر یک اشار اشتاد سه داریم بخشیم ایر سفر اشار اشتاد سه داره که جمع یک میکنه یک اشار اشتاد سه میشه چون ای معمولا از یک کمتر است جی اس داریم دو اشار شست و هشت رو کسافت آب داریم یک هزار یک جمع واتر کردن یک اشار یک جمع سفر اشار 146 که یک اشار 146 از اینجا ما تونستیم کسافت مرتوب خاک را پیدا کنیم از ما خواسته بود کثافت خشک خاک پیدا کنیم اگر ما به جدول مراجعه کنیم با داشتن جی اس و ای ما میتونیم از این فرمول پیدا کنیم استفاده کنیم که روی دی جی اس گروه واتر بر یک جمع ای فرمول قبلا هم ثابت شده اگرچه به او قسمت ما گامای دی و اینجا هم گامای آب نوشته بودیم گفتم میتونیم هم برای گامای آب بنویسیم و هم میتونیم برای کثافت آب ما قیمت بنویسیم پس وقت ما کثافت خشک خاک پیدا کنیم این فرمول داریم قیمت میگذاریم به جای از این فرمول 1464.48 کیلوگرم بر متر مکعب میتونه گامای کثافت خشک خاک به دست بیاره حال چیزی که در این قسمت از ما سوال پرسیده که شما مقدار آب که باید به ای اضافه بشه تا خاک مشبو بشه پیدا کنه ما باید بریم یک فرم ما خاک خشک مرتوب دنسیتی داره میقدر اگر ما دنسیتی خاک مشبور داشته باشیم از دنسیتی خاک مرتوب کم کنیم مقدار آب اضافی هست که برای گامای برای کثافت مرتوب خاک اضاف میکنه که خاک مشبو بشه یعنی یک مقدار آب ما برای خاک مرتوب اضاف میکنه که خاک مشبو بشه پس ما میگیم اگر یک فرمول برای با داشتن جی اس با داشتن وید ریشیو و واتر کانتنت برای من انتخاب کنم از جدول این ای فرمول ما انتخاب میکنه برای خاک مشبو پس ما اگر از خاک مشبو خب دنسیتی خاک مرتوب رو کم کنیم مقدار آب که به هر متر مکعب برای از خاک باید اضافه بشه تا که خاک مشبو بشه میتونه ما محاسبه کنیم پس میان روی سچوریتی که فرمولی از جدول پیدا کردیم این جدول هم در اختیار شما گذاشته میشه به امتحان روی واتر مساوی میشه روی مشبو مساوی میشه روی واتر یا کثافت آب ضرب جی اس اسپسیفیک گرویتی جمع واید ریشو تقسیم بر یک جمع واید ریشو این فرمول ما در جدول داریم قیمت گذاری میکنه وقتی قیمت ها رو گذاشتیم 1918 کیلوگرم بر متر مکعب اگر خاک مشبو باشه اینقدر دنسیتی پیدا میکنه اگر خاک مرتوب باشه اینقدر دنسیتی پیدا میکنه یعنی پس مقدار اضافه از این دنسیتی و مقدار آبیه که ما اضافه کردیم میمیدیم تا حاصل اینا پیدا میکنه 1918 که خاک مشبو هست و 1678.3 که خاک مرتوب هست تفاوت از این دنسیتی میشه 239.7 کیلوگرم بر متر مکعب یعنی ما در هر متر مکعب خاک 239.7 کیلوگرم آب ما اضافه کنیم همین خاک مرتوب که دنسیتی 1678.3 هست میتونه به حالت مشبو تبدیل بشه ای بود چپتر سوم که چپتر چهارم باز انشالله اتربک لیمیت هست که مطالعه میکنیم موفق باشیم اگر سوالی داشتیم از طریق تلگرام شه بپرسیم